سلام خداوند بخشاینده و مهربان سلام تقدیم می کنم خدمت شما های عزیز و های خوب برنامه ان که روزه تا به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و امیدوار که جور و صحتمند باشین و کرای کنار تلویزیون های نشسته و بیننده برنامه ببین و به با پاس باشین خب دوستان عزیز قسمی که در های که البته ما گذشته تعریف کرده بودم از درباره خاکشیر و اکثر دوستا از زمانی که البته شنیده بودن پیامایی گذاشتن و زیادتر معلومات درباره مخلوط خاکشیر خواستن درباره تر یعنی فوایدش خواستن که ما خوشبختانه امروز خواستیم که مخلوط البته از خاکشیر داشته باشیم در برنامه که با شما شریک میسازم و همچنان معلوماتی را که دوست عزیز دوبارهش می خواهیم بر شما ارائه بکنم امید است که شما هم لذت ببرین و تا پایان برنامه با ما همراه باشین خب قبل از او می که میخواهیم دوست عزیز که مواد لازم ما را بر شما به معرفی بگیریم که البته خاکشیر دوست عزیز که یکانه خود مواد اصلی ما هستک سی قاشق غذاخوری در نظر گرفتیم دوست عزیز خاکشیر و شش قاشق اصل البته در مخلوطش گرفتیم از دانی شربتی که دو سایز به بنام ملنگان در افغانستان زیاد مشهور است که در حال زیاتر ده همه شربت ها می باشه یک قاشق میتونیم که استفاده بکنیم دو عدد لیمو دو زیست استفاده میکنیم و ایل ثابت همچنان یک قاشق دوستا یعنی همو ثابت بودنش یک قاشق بخاطر خاطر از اینکه سرد چا دو سایز ما آب ببخشید از یک هم استفاده میکنیم چون از آب گرم اه اه یعنی میجوشانی مش دوست عزیز کم خاکشیره خب خاکشیره بگویم دوست عزیز که یعنی به تمام دردها مفید است به خصوص برای آفتاب زدگی گرمی و یعنی مکمل تبع از وجود دور میکنه رفع کننده تب بخار از دوست عزیز و اگر لاغر کننده همه دوست عزیز که البته با جوسی که امروز ما آماده میکنم آم، لاغر کننده است و اگر می کسایی که بسیار ضعیف هستند چاک شود چاک کننده هم است خاک البته با شیر مخلوط شود بعد از او باز نوش جان شود این چاک کننده است البته پیش از صبحانه یک گلاس باید نوشانده شود و همچنان برای کلیه بسیار مفید است دوست است که میتونیم که کسایی که سنگ گرده دارن یا سنگ کلیه دارن میتونن از خاکشیر استفاده بکنن بخصوص زیادتر برای سرخکان که بر اطفال نازنین که زمانی که این تکلیفه پیدا میکنن یا این مرضی مرض میایه چون مرض ساری از سخکان که چقدر تب شدید داشته باشد و شما میتونین که از خاک شیر برش آماده بکنین جوس یا شربت برشان بتین تا خارش بخارای خود سرخکان که بسیار یک البته خارش بسیار بد داره نخوشایند است دور میکنه و همچنان تبشانه دوست عزیز کاملا از بین میبره و برای بخارای داخل زبان و یا همچنان جوش های صورت دوست عزیز بسیار مفید است شما میتونین که خاکشی با آب شاتره یا همچنان با آب کاسنی مخلوط کرده و شما دو هفته متواتر از استفاده بکنین انشالا جوش های صورت و لکه های نسوری لکه های نسوری داخل های صورت دوست های کاملا از بین میبره ببینید که خاکشیر چقدر فایده خوب و بیشتر داره دوست عزیز پس بین که در این فصل گرما یا هوای گرم از خاکشیر بیشتر استفاده بکنیم خب امروز ما خوشبختانه دوست عزیز البته می‌خوایم که یک شربت یا مخلوطی از خاکشیر به معرفی گرفتیم چون دوستای عزیز من نمیفهم که شما لازم می‌بینید که مربوط برنامه من میشه یا نمیشه ولی من ایره لازم دارستم تا به شما فامیلای های عزیز شریک بسازم تا آگاهی سطح آگاهی شما بلندتر شود و معلومات بیشتر را پیدا بکنین تا استفاده خوب بکنین تا که همیشه صحتمند بمانین خب دوستا ما فقط یک کرویگه که بسیار خورده گرفتیم البته حرارت روشن میکنیم خب یک مقدار آب اضافه میکنیم دوستا خب تا یاب که جوش می دوست عزیز ما دو تا کاسه دیگه هم داریم که البته خاکشیره شیره دوستا با یک مقدار به این دوستا عزیز البته با کاسه هم اندازیم خب دقیق باشین که به با چی شکل دوست عزیز ما ایره آماده میکنیم یک مقدار آب خب چون دوستا البته این روند را که ما پیش میبرم از دوران بسیار سابق است که میگن ریکشوی ببخشید خاکشیر بار ریکشوی کنین بعد از او باز نوش و جان بکنین یعنی هفت او باید بشه اصلا این هفت او به معنای از است که امی خاکشیر سنگ و یا کلوخی که می باشه خاک می داشته باشه کاملا با اونمو دوست عزیز هفت بار شستن که با گفتن کاملا سنگ و خاک که می داشته باشه کاملا دور میشه از این لحاظ فقط دو عزیز ما این را می خواهیم که به این شکل البته به این شکل دوست عزیز این را ما می خواهیم که به مو اصطلاح آمیانه بگوییم که ریکشوی می سازیم شه بله و واقعا دوست عزیز که اینجا ما یعنی امو خاک که در پایین خود خاکشیر از دوست عزیز ما مشاهده کردیم با همین ای که هست اینجا خب یک بله همین قاب نزدیک دست خود میاریم و باز هم دوست عزیز یک مقدار دیگره یک مقدار آب اضافه میکنیم مثل دفعه پیشتر واره و به خاطر از اینکه دوست عزیز قسمی که گفتیم اگر میخواین که وزنتون کم کنین یا وزنتون کاهش یابد میتونین از جوشاندیش که به می شکل ما جوش دادن دوست عزیز خاکشیر جوش بتین با لیمو و حسل ایره نوش جان بکنین و اگر اصل خالص پیدا کنین خوب 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 دوست عزیز در غیر از عسلای اصل های بازار که قدر مطمئن نیستین سرش استفاده نکنین چون کلش از شکر است ترکیبی شکر داره و شما را به جایی که لاغر بسازه دیگه هم وزن شما را بیشتر میسازه خب حجزای دل آب هم دالت نزدیک جوش شدن است و به این شکل تمامش هم ما میشویم یعنی امی سلای آمیانی ریکشوی دیگه دوست عزیز میکنیم شد تا زمانی که این کارها رو ما انجام میتیم دوست رفت و برگشت بسیار کتا منتظر باشین دوباره برمیگرد طرز تهیه مخلوط خاکشیر خاکشیر سه قاشق اصل شش قاشق لیمو دو عدد تخم شربتی یک قاشق هل ثابت یک قاشق آب به مقدار لازم. باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه دوستا ما خاکشی را یعنی شستم پاک با مو قسمه که البته شما خانم های محترم والده های عزیز که در خانه موتور ریکشوی میکنین با مو شکل مهم را آماده کردم یعنی فقط آماده ازی است دوست عزیز که فقط حال داخل آب که جوش است و ایره اضافه بکنیم و چند لحظه خوب بجوشه تا یک کمک که مزی خاکشیر خوبتر بره اگر شما دفتن آماده کردین به میشکل در غیر سو دوستا شما میتونین شب ایره تر کنین صبحکی ایره نوشو جان بکنین خب ما هم ایره باز هم دوست عزیز به مو شکل که گفتیم به شکل خاکش ریکشوی به مو شکل دوست عزیز اضافهش میکنیم ببینیم که باز هم به با پایین کاسه چیزی از او ریگ یا نخیر دو دیگه دوست عزیز اصلا تو یک دیگه نیست چون دو تا ما یرا دو سه چهار بار دو مور شش تم و همچنان ایلی که داریم دوستا به خاطر تمیش دوستای عزیز ایره هم به شکل ثابت البته اضافه میکنیم داخل آب خاکشیر خب دانه های از البته از شربتی داریم دوستا که گفتیم ما چون چند بار دزی در برنامه های خود آماده کردیم که باز هم فرمایشات بیشتری از این داریم که البته میگن بر ما فالوده آماده کو که انشالله در یکی از برنامه ها آماده خواد کردم و یک مقدار آب اضافه میکنیم بله خب با قاشق شورش میتیم تا که اثر آب به پایین آب بره و خودم نرم بسازه یعنی امو خوشرنگی که داره و همچنان زایقی که داره با ترشدن شدن یا با گرفتن آب البته امو شکل به خود میگیره باید آماده شوه خب دوستا ای هم آماده است تا, تا حد میایم سر لیمو تا زمانی که خاکشیر شیر خوب میجوشه لیمو داریم دوستا عزیز که البته دو عدد لیمو را ما جوشش فقط میخوایم که بگیریم اگر شما دوست دارین باز میتونین که لیمو بیشتر استفاده بکنین چون با خاکشیر دوست عزیز خیلی فایده داره و خصوصا به بخ... ام... کسایی که خون دماغ دارن میگن به صورت آمیانی ما و شما دوستا که دایم همیشه از دماغایشان خور روان است خصوصا به خصوص در هوای گرم و یا گرمی زدگی که اه... به صورت آمیانه و آمیانه صحبت میکنم از دل ام... شما میتونین با گرفتن همین خاکشیر و لیمو دوستا عزیز مشکل خود حل بسازین با سردردی های البته مداوم که به خصوص در فصل گرما به وجود می آید یا پیدا می داشته باشین شما می تونین با گرفتن خاکشیر کاملا سردردی خود مداوا کنید خب دوست عزیز فقط اینه لیموارم دیگه آبشم می و شما از آب مالته هم دوست عزیز میتونین به جای آب لیمو استفاده بکنین خب دو عدد آب لیمو کفایت میکنه خب از دانه های شربتی را هم دو عزیز البته اضافه میکنیم به لیمو خب حسل که داریم دو عزیز را هم اضافه میکنیم شش قاشق غذاخوری حسل شما اگر آماده کردین اصل اگر نباشه میتونین دوست عزیز که البته بر رفع کنید گرمی اگر آماده کردین باز از هم اگر ش... یعنی حسل نداشتین میتونین از بوره استفاده بکنین ولی زیاد چیرینش نسازین که باز از شیرینی دیگه فقط هم یک گلاس گلاس دوم خورده نتونید یا مثلا نمونیم گلاس هم خورده نتونید فقط کافی دو سه است که ما و شما به اندازه یعنی کم شیرین بسازیم میشه که بتونیم تست یا یک شربت ایس بکنیم خب حسن لده دیگه 200 آب لیمو که آب یعنی سرد است درست دوست عزیز حل نمیشه فقط منتظر آب جوش خود از خاکشیر هستیم که یه هم دوست عزیز یعنی تقریبا آماده است دیگه که فقط میخوایم یک بار شور بتیمشه ببینیم که بله زمانی که خاکشیر جوش میتین دوستا رنگ بسیار خوب را به خود میگیره و همچنان طعم ذایقی بسیار خوب را دوست عزیز پیدا میکنه و داره به خصوص زیاتر عزیز در فصل گرما خودم زیاتر استفاده میکنم از خاکشیر به می اندازه دوست عزیز البته آ, کفایت میکنه و هایستا هایستا دوست عزیز ما آ, امی خاکشیر جوشانده شده را اضافه میکنیم رنگ بسیار خوب را عزیز البته این ترکیب ترکیب یا مخلوط از خاکشیر به خود گرفته و فایدش هم بیشتر است این خود شما هم میفهمین دوست عزیز نیاز نیست که زیاد دیگه من توضیحات ده ای بارا و بیشتر از استفاده کنین در فصل گرما برای شما بسیار خوب است خب یک مکسر که یعنی داریم دوست عزیز ایره میگیریم و یخه که داریم دوست عزیز در صورت که گفتیم ما وقت برنامه ما کم است دوست عزیز ما از یخ استفاده بکنیم تا که همی ترکیب سرد شوم بعد از او نوش جان بکنیم شه. اگر شما که وقت دارین دوست عزیز بگذارین شه که سرد شود داخل یخچال بعد از او نوش جان بکنیم تا زمانی که مخلوطی از خاکشیر ما هم دوست عزیز سرد میشه یک وقفی کوتاه داریم دوباره برمیگردیم با ما باشیم طرز تهیه مخلوط خاکشیر خاکشیر سه قاشق اصل شش قاشق لیمو دو عدد تخم شربتی یک قاشق هل ثابت یک قاشق آب به مقدار لازم. خب تشکر از اینکه تایید هم بیننده برنامه ما بودین و ما را حمایت کردین سلامت باشین خب دوستان یک عدد البته لیمو داریم برای تزیین گلاس ما استفاده میکنیم و خاکشیری هم که دوست عزیز شما دیدین این هم آماده است دیگه فقط واقعا دیگه دوست عزیز ما یکم که چشیدیم بسیار مزدار است و, و شما هم پس گوش نکنین که کوشش کنین که آماده کنین مطمئن هستم که لذت میبرین خب از یک برگ لیمو دوست عزیز البته خواستیم که داخل گیلاس اضافه کنیم یعنی ایره هم آبشه اضافه هم میکنیم خب ایره خوب مخلوط میکنیم شور میتیم به این شکل دوسا. مخلوط است که اگر شما دوست عزیز یک بار آماده کنین مطمئن هستم که دیگه بار بار از آماده خواد کردین چون از تمام های بسیار خوب که سرشار است دوست عزیز ها است البته ما آماده کردیم مطمئن هستم که برای فوایدش مزی خوبتر هم داره و یرا میپسندین دوست عزیز کوشش کنین که به خاطر صحت و سلامتی خود همیشه از موادای استفاده کنین که فواید خوبی برای بدن شما داشته باشه و یا شما را همیشه صحتمند نگه بداره خب ای هم دوست عزیز البته مخلوط از خاکشیر بود دوست عزیز که بر ما آماده کردم زنده و سلامت باشین تشکر از همراهیتان و تشکر از کسایی که پیام مانده بودن و خواهش کردن و همچنان درباره خاکشیر دوست عزیز از ما معلومات خواسته بودن خب البته ما هم چند نام از امی دوست ها به خانش می, می گیرم. گفته که فریده فریده جان از شاشهید سلام گفته بر ما و بر تمام کارکنان برنامه و بسیار تشکری کرده از ما گفته که از برنامه بسیار خوبتان و گفته که واقعا خودت بسیار عالی هستی برنامه های بسیار خوب را گفته تقدیم میکنی تشکر سلامت باشین یه همه لطف و محبت شما است. و فریده جان خواسته که البته گفتم امی ترکیب یا مخلوط از خاکشی را خوبتر بهتر شه بر ما به معرفی بگیرین در برنامه که ما خوشبختانه بهترین مخلوطش البته را در برنامه بر شما دوست عزیزا گرفتم ملاله ترابی از قصبه گفته که سلام خدمت شما و خدمت سر و بر دایرکتر برنامه شما علیکم السلام سلام ما را هم پذیرا باشین گفته که معلومات درباره خاکشیر بر ما بتین که تا حدی که معلومات داشتم درباره فوایدش میفهمیدم ما بر شما عزیزا گفتم حسنا جان از کابل سلام گفته و درباره ترکیب مخلوط خاکشیر از ما معلومات خواستن که یعنی البته مخلوط چه طرز خواسته بودن که دادی مدینه جان از جلال آباد گفته که سلام های گرم و گرم از ولایت گرم و زیبای جلال آباد پذیرا باشین علیکم و السلام ما تو گرم گرم سلام های شما را پذیرا میشیم زنده و سلامت باشین و مدینه جانم گفته که شما درباره خاکشیر گفتین اگر در یکی از برنامه ها بر ما آماده کنین که امروز خوشبختانه داشتیم تمنا دانش است سلیم کاروان گفته که سلام خدمت شما و خدمت تمام کارکنان برنامه شما واقعا برنامه شما گفته بسیار عالی است و اگر گفته در یکی از برنامه های خود ترکیب مخلوط خاکشیر بر ما بگوین که ما خوشبختانه امروز البته بانو دانش در برنامه داشتیم مخلوط خاکشیر که با لیمو و تخم شربتی البته و همچنان ایل که طعم بوی یا ذایقه امی آب خود خاکشیر خوبتر می ساده دوست عزیز استفاده کردیم شما هم می دوستا که به می شکل ما آماده کردم شما هم, شما هم آماده کنید و زمانی که یک چیز دیگه دوست عزیز شما دیدین که خاکشیر و پایین ششت و آبش تقریبا به با طرف بالا آمد زمانی که شما نوشجان میکنین ایره خوب باید قاشق شور بتین بعد از اون نوشجان بکنین که البته مهم دانه های خاکشیر است که اونم خود خاکشیر باید نوشجان شود چرا که تمام فوایدش در خودش و اگر به شکل جوشانده جوش داده شود دوست عزیز تمام مزه و فوایدش با آبش میاد و شما خوب بهتر میتونین او را استفاده بکنین و بدن شما خوبتر تمام امو ویتامینایی که هست جذب میکنه بادام سلامت باشین با رضای صحت سلامتی شما ما دعا میکنیم که همیشه شما صحت باشین در پناه خدا باشین باز هم منتظر نظریات و پیشنهادات خوب شما در فیسبوک و برنامه هستیم و همچنان میتونین از طریق شماره تلفن 077 59 59 59 تماس بگیرین و امید در خدمت شما عزیزا است تا یکی از برنامه دیگه که باز هم مهمان خانه های شما عزیزا میشیم شما را به خداوند میسپاریم وقتتان خوش زندگیتان مملو از خوشی ها